صبح زیبا و دلنگیزه همه شما بیدید ده های عزیز ما بازم بخیر خیر باشه ادامه صبح و زندگی را تماشا میکنین تازه های از دنیای ورزش و امیدوار که امروز صبحتان هم با ورزش کردن و فعالیت فیزیکی آغاز کرده باشین تا عمر طولانی تر داشته باشین و از همه مهمتر همیشه جوان باشین سروش جان عزیز بازم خودت خوش میگیم با بخش تازه های از دنیای ورزش و بی‌صبرانه منتظر هستیم که تازه ها از خودت بشنه. سلام رسام جان سلام و صبح بخیر به خودت و سلام به تمام بیننده های عزیز ان که یک صبح خوب را شروع کرده باشن و در خدمت هستیم یکم ضعیفی کردن فکر فکرم بعد خوشحال هستیم از اینکه بازم خودت در برنامه داریم خب برنامه فوتسال هم یکی از برنامه‌های بسیار پر بیننده شبکه جهانی آریانا است که خودت با جمع از همکاران ورزشی ما این برنامه را خیلی قشنگ تقدیم هموطنان عزیز ما میکنین ولی فقط یک روز دیگه تا پایان مسابقات فوتسال باقی مانده خوب است از خودت بشنویم در رابطه به مراسم اختتامی لیگ برتر فوتسال افغانستان رسام عزیز خب تمام برنامه های ورزشی که شروع میشه اگه افتتاهای اوپننگ سرمنی داره یک کلوزینگ جدا از مراسم تفیض جوایز ما خواستیم که برنامه لیگ برتر فوتسال افغانستان یک کمی با در روشنایی تصویر بهتر آغاز شود که خوشبختانه توانستم یک تصویر خوب از فوتسال افغانستان ارائه کنیم در روز آغاز مسابقات و بعد از ادامه برنامه ها فعلا <applause> ما در هفته نهم رقابت ها هستیم امروز هم دو مسابقه داریم فردا هم دو مسابقه داریم که فردا ما از ساعت سه برنامه ما لایف میشه تا ساعت تقریبا نه شب شاید دوام کنه زمینی که ما دو مسابقه داریم از ساعت سه تا ساعت چهار ما برنامه اختتامی مسابقات رو داریم یک مراسم در نظر گرفتیم که انشالله دیدن و مراسم بر بینید ما جالب خواهد بود مهم. پس از او هم با رس ساعت هشت احتمالا ختم مسابقه خواهد بود که آماده برای برگزاری مراسم تفیز جوایز که جوایز بهترین بازیکن، بهترین گلکیپر و موارد دیگر که در نظر گرفته شده به اضافه جام قهرمانی تفیز خواهد شد که دوست داریم که این مراسم را با مو شان و زینت که داره انشالله برگزار بکنیم همکار امیل در روی برنامه کار میکنن که بتوانیم فردا یک برنامه خوب تقدیم بکنیم بسیار عالی پس هموطنان عزیز ما همچنان بیننده باشند فردا همچنان مراسم اختتامی این مسابقات را فراموش نکنند در کنارش هم قسمی که سروش جان یادواری کرد امروز ساعت سه الا نه شب برنامه فوتسال را شما عزیزا میتونین به طور زنده از شبکی جهانی آریانا تماشا بکنین و لحظات خوب را داشته باشین خب هرقدر این مسابقات زمانی که سپری میشه و به طرف اختتامیه یا ختمش نزدیکتر میشه و ما اندازه من فکر میکنم جالبیت و جذابیتش زیادتر هم میشه رستم عزیز امسال تمامی و مسابقات لیگ برتر فوتسال افغانستان جذاب بود ما در این فصل چند بازیکن ایرانی هم داشتیم لژیونرهای ایرانی بود بخصوص یک از گلکیپرهایی که در فوتسال اروپا بازی کرده بود در سطح اول فوتسال آسیا بازی کرده بود در در همی ترکیب تیم سعادت هست همین تصاویرش که می‌بینین در ترکیب تیم سعادت با. بازی میکرد که تیمش 8 6 2 واگذار کرد نتیجه را تا عصر جدید غزنی در کورس قهرمانی باش تمامی رقابت هایی که دنبال میشه جذاب بود چرا که در مسابقات حذوی شاید شما با یک بازی فکر کنید که از این استپ میگذرین به استپ بعدی میرسین اما در مسابقات لیگ این گونه نیست شما باید هر مرحله ای سپری میکنین با امتیاز به گل فکر کنید. یک تیم است ببینید که حالا مثلا دو تیم ما است هم سعادت نیمروز در جایگاه دوم است تیم فوتسال اصر جدید غزنی هر دو هفته امتیاز امتیازی است اما فقط تفاضل یک گل رو تغییر و تبدیل کرده <applause> یعنی تیما نیاز دارن که تمام آمارهای گل خود را باید زیاد بسازن مثلا در بازی فوتسال ما پاور پلی داریم که بسیار مهم است برای تیم تیم سعادت نیمروز همی که در برابر اصر جدید غزنی از پاور پلی استفاده کرد چند گل دریافت کرد و این کار بسیار سخت کرد دیرو سرمربی تیم فوتسال است جدید غزنی به ما میگه که در بازی با شمس در بازی آخر که انجام میتن که امروز بازیشون است قصد داره که از آغاز تا انجام مسابقه پاور پلی بکنه یعنی از پنج بازیکن میخوا استفاده بکنه یعنی این نشان میده که تیمشان همچنان در تکاپوی رسیدن به قهرمانی هست جذابیت رقابت همیست که شما از ابتدا تا انجام کل بازی ها رو فاینال فکر کنید و این رقابت را جذاب میکنه امسال فکر میکنم که سطح کیفی مسابقات بسیار بالا بود ای گرچ گرچه باگذار میکنیم بینید های ما تصمیم بگیرن اما از نظر مایی که دخیل در برنامه بودیم سطح برگزاری مسابقات، سطح فنی مسابقات، سطح ستاره هایی که آمده بودن در تیم ها سطح داوری مسابقات، برگزار کنندگان اینا همه گی بود ما هم تلاش کردیم بنابرای خود که تصویر خوبتری از مسابقات بتیم تا به این بسیار خوب و ما واقعا زمانی که در مکانهای مختلف میرام چی در جم میباشه یا کلپ ورزشی چی در دوکان به خاطر خریداری چیز میرام میبینم دمی وقتی که مسابقات فوتبال نشر میشن همگی گی چینل آریانا را گرفتن و این مسابقات را با بسیار شور و شوق با دوستای خود تماشا میکنن که واقعا من حس خوب برم پیدا میشه و این نشان که مردم واقعا لذت میبردن از دیدن مسابقات فوتسال خب خبر خبرای خوش, خوش هم داری سروش ان ما پیش از رو که خبرای دیگه رو بگیم یک موضوع رو بگیم ما یک گنده فستیدیوم های بخصوص کشورهای عربی رو که میبینیم مثلا دیشب ما بازی از لیگ عربستان رو و بین الان و جده بود بازی نب شروع میشد تازه بازی سایل کردم گفتم که ای کاش این استیدیوم ها در کابل می بود و ای بازی ها در کابل برگزار می یا در ولایات ما باور بکنه سر, سر زن انداختن جایی نداشتیم ما در بازی های فوتسال فعلی هم که برگزار میکنیم باور خواد کردیم جایی بر هوادار نداریم مجبور میشیم از اسکرین‌های های 80 اینچ در بیرون از جمنازیم استفاده کنیم و لاودش بکر هم کارهای موصل رو کنه تا ما کسایی که میده بیرون بازی ها رو ببینن یعنی جای دیگه فضا نداریم در داخل جمنازیم و این نشان است که مردم سخت علاقه یک دنیای آزاد و فضای بهتر هستن خبرهای خوش است از روز جمعه یک رقابت جدید راست ساعت 10 در تلویزیون آریانا شروع خواهد شد که بینیدای ما انشالله از دیدن اون لذت ببرن ای که چه باشه بگذاریم تا که شروع شد. باشه و در ادامه هم ما دیار تلاش میکنیم که یک سر ها را در آغاز سال نوم داشته باشیم که انشالله بینیده ما شبانه اکثرا دنبال خواد کردن بعضی از هموطنان ما بازی افغانستان و پاکستان رو درخواست کرده بودن از ما در تلاش شسته مثال کورم پیشکش بکنیم امسال سال ورزشی در پیش خواهد بود همان گونه که در مراسم قرعه کشی لیگ برتر فوتسال افغانستان گفتیم امسال تلاش میکنیم تا اکثر رویدادهای بین المللی و ورزشی بخصوص افغانستان رو پیشکش کنیم بینیدهای مال صد ببرن بسیار عالی و اقدام بسیار خوب است در کنارش هم میخوایم از خودت بیشتر بشنویم در رابطه با رقابت های فوتبال که بین تیم های اروپایی برگزار شده و برگزار میشه در همین چند روز ما مصروف فوتسال بودیم رقابت های لیگ های اروپایی بخصوص پنج لیگ معتبر اروپایی دنبال میشد که اکثر بینندگان ما در چنل های مختلف میدیدن بخصوص بازی های اخیر که برگزار شده ال کلاسیکو رو یک تا سپری کردیم بازی جنگ ستارگان بین ستاره های آنفیلد و شایتین و منچستر یونایتد و لیورپول رو دنبال کردیم که لیورپول که در وضعیت بسیار سخت سپری میکرد آمد در یک بازی بسیار فوق‌العاده و یک نمایش چشم نواز توانست منچستر یونایتد 7 0 ببره تیم یونایتدی که فعلا با یک یک تجربه بسیار خوبی داره و در بین سه تیم برتره. لیگ اروپا لیگ برتر فوتبال انگلستان است که برای تیم یونایتد در خصوص در یک دهه اخیر بسیار سخت بود که در بین چهار تیم برتر قرار بگیره با هر وضعیت که پیش میاد بازم میدید که نتیجه نمیگرفت و در بین پنج تیم یا شش تیم بود اما امسال بارکتین ها خوب پیش میره در این سمت لالیگا اسپانیا جذابیت پیدا کرده بارسلونایی که از لیگ اروپا حذف شد آمده در لالیگا اسپانیا در بدنبال رقابت است و در صدر فهرست است رئال مادریدی که در لیگ قهرمانان خوب نتیجه میگیره حالا در لالیگا اسپانیا کم دوچار مشکل شده و در آخرین بازی خود را هم مساوی کرد اتفاقات فوتبال اروپا هم جذابیت های خود داره بین های دنبال بکنن این هفته هم در برنامه گل دوباره برگشتیم و اتفاقات سرای ایتالیا، لالیگا اسپانیا و لیگ برتر فوتبال انگلستان را ساعت هفت با بینید ما شریک میکنیم روز جمعه که بین های ما میتونن دنبال بکنن بسیار خوب است کسایی که علاقمند برنامه گل بودن این هفته میتونن که این برنامه جذاب دیدنی را با همکار عزیز ما سایده حد سروش تماشا بکنن و لحظات خوب را تجربه بکنن واقعا خبرهای بسیار خوب و مثبت بود انگیزه میگیریم با شنیدن خبرهای خوب و ورزشی در کنارش هم اگر خود ما هم ورزش بکنیم گپ بسیار خوب است فعالیت فیزیکی داشته باشیم و در کنارش هم کوشش بکنیم با صحت مندی خود ما فکر بکنیم خب ورزش دیگه یک تفریح بسیار سالم است و من فکر میکنم در شرایط فعلی همه ما نیاز داریم که خد دیروز اگه باید تا تا باید من شاید صحبت‌های آخر باشه دیروز اگه اتفاق افتاد در جریان برنامه لایف و تصمیم گرفتم که سر از روز شنبه قطعا گرچه میگن امروز و فردا نگذارین کار باید کارو خیر زودتر انجام بدهین اما خب جنجال های مزیاد از سالمه در برنامه شما هستم بعد از میرم در نشست خبری شرکت میکنم بعد از برنامه فوتسال است زمان بندی خود رو نمیتونم بسته بندی کنم تا ختم فوتسال اما یک استراحت بگیرم از روز شنبه و خیر تصمیم قطعی به که حداقل اگر جم نمیرم یا تمرینات دیگر رو نمیکنم باید در داخل و منطقه ای که زندگی میکنم یک دوش انجام بدم یک تمرینات ساده انجام بدم که برای بدنم کمک بکنه که دوباره مو وضعیت و نامناسب که دارم دوباره اون راحت را را تر بسازم. بسیار گپ خوب از سروش عزیز و من فکر میکنم خودت به یک استراحت بسیار جدی هم نیاز داری به خاطر از اینکه امی کامنتری کردن هم کار ساده نیست و واقعا بعض روزا من متوجه می شدم سروش عزیز را که صداش کاملا میشش من فکر میکردم گل و درد است ولی بعدا متوجه شدم که به خاطر از اینکه زیاد صحبت کرده حرف زده به مو خاطر خستگی برش پیدا شده و مو تناب های صوتی حنجریش کاملا خسته شده من از گپ زدن نظر میگیریم ولی یک واقعیت از روزایی که بازی ها بسیار جدی تر میشه با ما اندازه که برای داوری و بازیکن ها سخت است برای من هم بسیار سخت میشه چرا که مجبور هستم هیچ لحظه از بازی رو نباید از دست کلا باید گپ بزنم و بینید هم نمیخوای که از دست بدم و خب با قبلا شما یک رخصتی نیاز داریم اما بعد از اینکه رویدادها رو پیشکش بکنیم حتما بخیر سلامت باشی سروش عزیز خوشحال شدیم از اینکه با هم صحبت داشتیم سلامت از شما عزیزا هم قلبا سپاس کرد تا ایندم در کنار ما هستن وقفه کوتاه میگیره